دوباره سلام مجدد دارم به ایزان که اکنون بینیده ما هستین در بخش نخواست برنامه، قسم که هم در آغاز یادواری کردیم. البته امروز میخوایم در مورد کمک هایی که از طرف نیروی امنیتی ولایت جوزجان به اطفال روی جاده صورت گرفته، هم معمول لباس های ایدی بوده یا لوازم پوشاک، که البته در این نزدیک اید خیلی هم برشان مفید بوده و در پولیش هم لبخند را بر لبای کودکان جاری ساختن. و امروز میمون ما هست ضیاءالله عرب، البته اما هنگ کننده برنامه هستن. سلام صبح بخیر تقدیمشان میکنیم، خوش آمدید. تشکر، سلام خدمت شما و تمام بینندگان محترم تلویزیون شما. بخیر سلام باشید. تشکر، سپاس از خیلی ها، خوش آمدین. خب آقای عرب، میشه اولا درباره خودم و کمک هایی که از طرف نیروهای امنیتی در ولایت جوزجان که هستن صورت گرفته صحبت بکنیم؟ بخیر باشین. تعدادی از جوانای همفکر، قماندان افسران جوان قماندانی امنی ولایت جوزجان یک تصمیم گرفتیم به خاطر فرار رسیدن عید سعید فطر یک مقدار پول از ماش خود جمع آوری کنیم و برای اطفال روی جاده به بضاعت به خاطر عید سعید فطر یکان توفیه عیدی خریداری و توزیع کنیم. بسیار خوب. میشه بگین آقای عرب صاحب که این انگیزه چطور بر ذهنتان آمد و چطور این انگیزه در بین نیروهای امنیتی جوزجان خطور کرد؟ شما بهتر میدانید که اکثرا نیروهای امنیتی مسافرین هستند که از یک ولایت به دیگر ولایت وظیفه انجام میدن، چون که در ایام عید ایجاب زیرنده میکرد که رخصت برن، نظارات بوده، خواستند که به خاطر تامین امنیتی بهتر به وظایفشان باقی بانن. یک ماششان که حواله شده بود یک مقدار پول به خاطر فامیلش با آمادگی عید اینا روان کردن به خانه، چون که اینا هم عضو فامیل ما بودن. یک مقدار پول بین خود ما جمع آوری کردیم، خواستیم که یک عید خوبتر رو بهترتر اینا هم تجلیل کنن، یک مقدار موادی که ضرورت بود برای اینا خریداری و توزیع نمایید. بسیار خوب. خب آقای عرب، میشه بگین که چند نفر در این گروه بودین؟ تعداد 8-9 نفر در این گروه بودیم دیگه. البته این بین خود یک هماهنگی ایجاد کردیم و به هدایت قماندان صاحب امنیه هم ما را همکاری کردن دیگه، تشویق کردن به این کار که میتونین شما این برنامه را پیش برین، اونا ممرای ما همکاری کردن. بسیار خب. در حدود 8 نفر کمک کار داشتین یا تمام اعضای پرسنل قماندانی هم اینجا؟ دیگاهش البته ما را تشویق میکردن، خواهمی 8-9 نفر ما یک مقدار پول جمع کردیم. بسیار خب. خب فهمو مقدار پول که از هر افسر جمع کردین مکمل خودش چقدر پول شد و بعد از اون هستین لوازم بر خریداری بکنیم؟ اضافه تر از 40-45 هزار روپا ما جمع آوری کردیم که 6 قلم جنس به اطفال بی بضاعت خریداری کردیم و توزیع نمودیم. از کدام جنس بود؟ از قبیل چبلی بود، کالا بود، دیگه واسکت، بکس مکتب، کتابچه و قلم. بسیار خوب. و این توزیعات را چی وقت داشتی؟ این توزیعات روز شنبه بعد از نماز عصر در شهر و پس کوچه های شهر البته این را توزیع کردیم. و چقدر البته اطفال که در روی جاده ها کار می کردن مستفید شدن از این کمک؟ اضافه تر از 50 نفر. بسیار خوب. خب میشه آقای عرب بگین و همون لحظه که به هر طفل کمک میکردیم و حتی ما در تصویر دیدم که خودتان در جانشان واسکت میکردین، واسکت ها را میپوشاندین و چپلی هاشان را همچنان، چقدر که احساس خوب شما داشتین و او اطفال نازنین که خیلی خوشحال بودن، اطفال روی جاده بودن که روی جاده کار میکردن، اونا چه احساس را داشتن؟ ما خیلی خرسند بودیم که مو طفلی که روزانه 50-100 روپی که از البته از بی‌بضاعتی اونا کار میکنن، چی دستفروشی، پاکت میفروشن، رنگ مالی میکنن، ما کمی چبلی را در پای از اون میکردیم، او را موز به فامیل خود فکر کردیم اولادای ماست و فکرم میکنیم دیگه. ما خو خیلی خرسند بودیم دیگه، اونا هم خنده بر لبانشان بود دیگه، خرسندی از اونا به خودشان بهتر تر مال اومد. بسیار خوب. خب برای سر میشه بگین که البته در این روزای ای جوزجان خود بودین یا طرف ولایت خود؟ نه خیر، در ایام عید در جوزجان هستیم به خاطر تامین امنیتی بهتر دیگه، انشالله در عید کنار مردم جوزجان باقی خواهد ماند. بسیار خوب. با شجاعت و اطاعت از نیروهای امنیتی بگویید که در جوزجان ما چگونه هست و در این مویر که رمضان چقدر توانستن البته امنیت جوزجان را تامین بکنن، مثل از اینکه میبینیم مثلا شهر گشت و گذارها در روی شهر جاده ها خیلی زیادتر از نسبت به هر سال است و پیش آمد عید هم هست، چقدر در روزهای عید امنیت ما تامین است؟ انشالله شما مطمئن باشین که نیروهای امنیتی در شرایط آماده دفاع از وطن است و تامین امنیت بهتر به مردم عزیز خود
فراهم میکنه. دیگه ایر شما میتونید، ما خو کوشش نهایی خود کرده روان هستیم، حوزه های ما، اگر سمت های ما، پرسنل های ولسوالی های ما دیگه شب و روز در خدمت مردم هستید. میشه بهتر از مردم پرسان کنین که اونا چقدر تامین امنیت قماندانی امنیت جوزجان و خصوصا دیگه نیروها راضی هستن. بسیار خوب، تشکر. بسیار خوب، انشالله آرزو میکنیم که در عید سعید فطر یک صلح و سرتاسه چنان در افغانستان به یک عید خوب و خوش را داشته باشه. خب به عنوان کسی که هماهنگ کننده برنامه هستین، پس کسایی که امروز ما را بیننده هستن، چون کسی هستین که البته مدافعین واقعی این مملکت و کشور هستین، در پالوی از اینکه مدافعین هستین، احساس هم در وجود نیروهای امنیتی بوده که توانستن چنین برنامه را ایجاد بکنن. برنامه هم در طور چند اخیر البته برنامه بی‌نظیر بوده که توانستن با مو حداقل پول که بوده کمک‌های توانسته باشن. پس بیرون کسی که البته هم تامین امنیت میکنین و هم میتونین همو احساس را در یک طفل یا همو لبخند را بر طفل ایجاد بکنین، چیزی برای گفتن داریم به کسایی که بیننده ما هستند؟ اونا هم بتونن در روزهای رمضان و نزدیک عید بتونن یک لبخند را به لبان کودکان بیارن. بسیار خوب، اکثر مردم هستند که وضع روز روزگارشان خوبتر است، دیگه اونا میتونن حداقل یک مقدار پول جمع بکنن یا با دوستای خود یا تنها امکانات خودشان داشته باشند، به اطفال بی بضاعت، پرورشگاه، اکثر مردمی که واقعا توان مصارف یا خرچ ایدی خود ندارن، میتونن چی کم باشه چی زیاد بالاخره امو کمک خود به اون مردم و اطفالای بی بضاعت یا فامیلای بی بضاعت برسانن. چون که اگر چی این ما خو بهتر به شما معلوم است، نیروهای امنیتی بسیار ماشی اندکی دارن، چیزی از را به فامیل خود روان کردیم و چیزی از را باز جمع کردیم بین خود، همین کمک ما کردیم. انشاءالله بسیار مردم هستن که روز روزگارشان خوب است، اونا میتونن کمک ها بکنن به مردم های بی بضاعت دیگه به خاطر فرا رسیدن عید سعید فطر، تا باشد اونا هم عید سعید فطر خوبتر تجلیل کنند. بسیار خوب، ما هم دعا میکنیم که اجر نصیب بیشه را به تمام شما ایزان داشته باشه و همچنان خداوند همیشه نگهبانتان بوده باشه و همیشه همچنان همون احساس که در وجودتان است خداوند همیشه پایدار داشته باشه. بله بسیار خوب. خب آقای عرب، میشه بگوین که شما هم هماهنگ کننده این برنامه بودین، چطور آگاهی دادین به اطفال روی جاده و آنها را آوردین و برشان کمک کردین؟ ما همی اجناس که خریداری کردیم دیگه باز بعضی از دوستای ما وظیفه گرفتن که همی اطفال های واقعا که مستحق هستن اینا را جمع آوری کردیم در یک جای مناسب دیگه به اونا توضیح کردیم این کمک را. بسیار خب، بازم خیلی تشکر میکنیم از ضیاءالا حرب که امروز البته میمان بودن، بازم تشکر میکنیم از اینکه امروز به زحمت شدن و میمان شدن. بخیر سلامت باشین، تشکر از اینکه ما رو دعوت کردین. سلامت باشین.